گمنامی که اومده در این فصل بهتر از فصل گذشته حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. بازی هم آغاز میشه با سوت آقای مود بنیادی فر که آقایان آرمان اسعدی و قهرمان نجفی او رو در امر قضاوت یاری میکنن. داور چهارم هم وحید زمانی. من سریع یه مقدار تو این دقایق ابتدایی دو تیم بیشتر به دنبال ارزیابی هستن، بیگدار به آب نخواهند زد. در بازی دیروز استقلال و سپاهان هم این نکته رو در نیمه اول شاهد بودیم که دو تیم بیشتر ترجیح میدادن دروازهشون باز نشه، اما سپاهانی ها بودن که تونستن روی دو حرکت رو به جلو دروازه استقلال رو باز کنن، سیتیوز شیرین و با ارزش رو از تیم قهرمان فصل گذشته بگیرن. حالا دیگر تیم اصفهانی یعنی ذوب‌آهن در مقابل دیگر تیم تهرانی یعنی پرسپولیس قرار گرفته. ببینید در این مسابقه چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. از اون سمت حرکت برای بازیکنان قرمزپوش پرسپولیس شکل گرفته. مهدی ترابی تو بست دست میرد، قطعا دوندگی بازیکنان ذوب‌آهن به خصوص در یک سوم میانی اجازه نخواهد داد تا بازیکنان تاثیرگذار پرسپولیس بخوان اونجا کار بازیسازی رو انجام بدن. یه ضربه سر از باقر پس کلا دو تا تیمم غایب در این مسابقه دارن. در تیم پرسپولیس وحید امیری، عامد پاکدل، علیشا، مرتضی پور علی گنجی نیستن. یه ضربه از راه دور و توپی که بیرانوند به آغوش میکشه. در تیم ذوب‌آهن هم حامد نور محمدی مدافع با تجربه شون غایب. اینم لحظه ای هست که مهدی تارتار نمایش خوب و قابل قبولی رو ارائه دادن، در جایگاه هشتم قرار گرفتن و اشتباهات داوری هم اگر نبود انصافا ذوب‌آهن جایگاه بالاتری رو به دست می آورد. یه حرکت دیگه موقعیت برای بازیکنان ذوب‌آهن، یه ضربه روی زمین و دوباره علیرضا بیرانوند توپ رو به آغوش میکشه. پرسپولیس کمال کامیلینیا عوض میکنه به اون سمت زمین، نعمتی خودش رو به توپ میرسونه، صادقی گوشه محوطه جریمه، خود سعید صادقی تو سر توپ میزنه، دوباره میبره به اون سمت. آرام آرام بازیکنان پرسپولیس جلو میان. یه پاس دیگه پشت محوطه جریمه با اون موقعیت برای باز شدن دروازه. آفساید هم نبود و خیلی خوب توپو گرفت حبیب فرعباسی. یه پاسکاری به عمق پرسپولیسیا، ابراهیم زاده روی پای چپش، حالا میفرسته، خوبم میفرسته، از همه عبور میکنه داخل محوطه جریمه. موقعیت برای بازیکنان ذوب‌آهن هست اونجا، اما توپ کوتاهی که فرستاده میشه برگشت شده میشه. یه ضربه دیگه از راه دور از پویا پورعلی. این چهره دو بازیکن در مقابل توپ، حالا ضربه زده میشه به دیواره دفاعی برخورد میکنه. دوباره بازیکنان پرسپولیس، مسعود ابراهیم زاده هست که ضربه سر رو میزنه، حالا میتونه ضد حمله شکل بگیره برای بازیکنان ذوب‌آهن که یه لحظه سجاد آشوری کم آورد. واسه رو به عقب علی نعمتی، علیرضا بیرانوند. بعد از مدت حالا هواداران پرسپولیس از بابت یه دروازه‌بان آماده و ملی پوش که حالشون راحته یه لحظه برخورد رو از تیم پرسپولیس بگیره و دیگر تیم مدعی رو بتونه با شکست مواجه بکنه در این بازی خانگی. سلک برای ترابی، تو به اون رسید، قرشی به استقبالش میاد، خود ترابی کماکان خود او میخواد بفرسته، اجازه کارو بهش نمیدن. یه بازیکن دیگه که جدی هست اضافه میشه، توپ رو بلند میفرستن روی دروازه، از همه عبور میکنه دانیال اسماعیلی فر، میخواد ارسال کنه، اجازه کارو بهش نمیدن. خیلی آماده نبوده در مسابقه دانیال اسماعیلی فر. توپ دوباره به خودش میخوره و سعید صادقی که کمتر صاحب توپ بوده در این مسابقه، دوباره خود صادقی حرکت رو آغاز میکنه. در اون سمت دوباره بازیکنان پرسپولیس وارد نیمه زمین ذوب‌آهن میشن. کمال کامیابی نیا، دریافت توپ از گیورگی گولسیانی، لب خط به توپ میرسه، پاس رو به عقب دانیال اسماعیل فرشاد فرجی، پاس تک زد موفق تر بازیکنان میانی ذوب‌آهن. دوباره توپ نصیب بازیکنان پرسپولیس میشه، پاس به جلو برای حرکت ترابی، گوشه خط به توپ میرسه، خود ترابی میخواد فرصتی رو ایجاد کنه که سانت کنه، اجازه رو بهش نمیدن، مجبور میشه پاس بده. صادقی پاس به جلو داخل محوطه جریمه، یه لحظه اشتباه داخل محوطه جریمه، موقعیت برای بازیکنان پرسپولیس و لوکادیای هلندی که به تیم پرسپولیس هم پیوسته در جایگاه این بازی رو دنبال میکنه.
پاس رو به عقب، بازیکنان پرسپولیس پشت محوطه جریمه. رفیعی جرای بازی رو عوض میکنن برای ترابی. خود ترابی، پرسپولیس ها جلو کشیدن، ارسال روی دروازه بلند و کشیده، یه ضربه سر رو به عقب. حالا بازیکنان زوباهن هستن که اونجا میخوان توپ رو دور بکنن، آفساید گرفته میشه. عبدی تک مهاجم پرسپولیس ها، به جز نیمه اول که توپ خوب در اون به او رسید، توپی برش فراهم نشد. اینم لحظه هست که عبدی در خط حمله زوباهن تنها هست. حالا در بعضی مواقع سجاد آشوری به او نزدیک میشه، اما در رأس خط حمله تنها سعید باقرپسند رو اونها قرار دادن. حالا از خط دفاعی میخوان رو به جلو بندازن. آرمان قاسمی اثر میگذاره، باقرپسند اثر میگذاره، آشوری موقعیت برای بازیکنان زوباهن. تکل عالی در خط دفاعی از گولسیانیه با تجربه، این اجازه رو نداد. حالا این بازیکنان پرسپولیس هستن که میخوان حرکتی رو انجام بدن. نعمتی حرکت رو آغاز کرد با گام های بلند، موقعیت داره پرسپولیسی ها، سلک عبور میکنه، خطا به سود پرسپولیس. یه برخورد حالا اونجا به وجود میاد، اشاره میکنن که کارت زرد دوم هست برای بازیکن خاطی زوباهن. اونجا شلوغ کردن داره مودو بنیادی فر رو، این مقدار باید اجازه بدن تا داور مسابقه در آرامش کار خودش رو انجام بده. فکر میکنم میخواد اخراج کنه نادر محمدی رو. بله، کارت زرد دوم و اخراج مدافع زوباهن. ضربه کرنر روی دروازه بلند و کشیده، موقعیت. خطای آرمان قاسمی رو میگیره آقای موعود بنیادی فر، مدافعی که اومده بود روی این ضربه کرنر دروازه رو باز بکنه. به شدت هم عصبی است، یه کارت زرد هم فکر میکنم گرفت آرمان قاسمی به خاطر اعتراضایی که داشت. کاپیتان مسعود ابراهیم زاده هم با داور مسابقه صحبت میکنه. ببینیم در تصویر آهسته، این لحظه ایه که زوبانی اصلا اعتقاد داشتن که باید خطای هند به سودش. حدودی موفق بودن تیمای پرسپولیس و استقلال در بازار نقل و انتقالات، اونم به خاطر اینکه حضور تیم ملی در رقابت‌های جام جهانی و پخش زنده و تلویزیونی این دو تیم هست که بازیکن‌ها ترجیح میدادن که در این دو تیم در سال منتهی به جام جهانی بازی‌هاشون رو انجام بدن. یه تکل بلند دیگه، سلک اشتباه میکنه، حالا ضد حمله در راه باقرپسند، در راه رفتن خود او با گام‌های بلند داره حرکت میکنه، خیلی خوب داره پیشروی میکنه سعید باقرپسند. دو بازیکن اسکورت کردن او رو و میگیره سرانجام. نه، توپ خورد به خودش و دوباره پرتاب برای پرسپولیس شکل میگیره. هدفش این بود که لبخند پرتاب اوت بگیره، اما یه لحظه تو به خودش خورد. باقر پسندم یه کارت زرد میگیره. کلن آقای مود بنیادی فر داوریه که در حفظ آرامش کارت زرد و قرمز خوب میده، به خاطر اینکه بازی از دستش در نره کلن معروفه به دادن کارت. کمال کامیابی نیا به پاس به جلوی دیگه، حرکت باز هم برای قرمز پوشان پرسپولیس هست. پشت محوطه جریمه موقعیت، حالا برای ضربه زنی و خطرناک، توپ از کنار دروازه عبور کرد. دور رو بفرسته به گوشه‌های زمین، سریع بگیرن بازیکنان پرسپولیس. صادقی موقعیت برای پرسپولیسی ها هست. ترابی، سروش رفی، سلک، دوباره صادقی، حالا ضربه رو میزنه و توپی که ببست. ترابی، فرجی، واقعا دو تا تیم موقعیت خیلی جدی نداشتن. موقعیت داره یه سلک حالا از این سمت زمین داره فراهم میشه. ترابی میفرسته روی دروازه، به خوبی ضربه سر اونجا زد
آرمان قاسمی داخل محوطه جریمه، یه بار دیگه موقعیت تو بس همه عبور میکنه، ترابی چواکان موقعیت برای پرسپولیسی ها روی دروازه بلند و کشیده، موفق تر مدافعین بلند قامت محمد مهدی احمدی. فرجی، دانیال اسماعیلی فر، توپو گرفت سعید صادقی، آخرین فرصت های این مسابقه، دانیال اسماعیلی فر، دوباره صادقی، پرتداد دارن جلو میکشن بازیکنان پرسپولیس، توپ فرستاده میشه، توپ حالا به بیرون میره و کورنر برای پرتاب اوت یا کورنر برای پرسپولیس یا شک میگیره. ضربه کورنر هست، دقیقه 88 مسابقه، همه بازیکنان پرسپولیس جلو اومدن، بلند و کشیده، موقعیت، یه ضربه یه سر خطرناک، دوباره موقعیت برای بازیکنان پرسپولیس. اون دقایق اونا دیگه با تمام وجود دارن فشار میارن. پاسای کوتاه، دوباره توپ میره به اون سمت، یه نگاه، یه ارسال روی دروازه، یه ضربه سر از محمد قریشی، برگشت توپ، دوباره فشار ادامه پیدا میکنه، سلک، ترابی، یه بازیکن به استقبالش میاد، خود ترابی رو به عقب کار میکنه، محمد مهدی احمدی، سلک کوتاه کار میکنه، ترابی راه بسته است، دوباره خود سلک، 5 دقیقه وقت اضافه، توپ میره به اون سمت، یک و دو موفق، جا برای ارسال توپ، موقعیت برای بازیکنان پرسپولیس، از همه عبور کرد، دوباره ترابی، یه بازیکن به استقبالش میاد، یه ضربه و توپی که برگشت داده میشه، موقعیت داره بازیکنان پرسپولیس همچنان موقعیت دارن، یه ضربه از راه دور و توپی که در اختیار فرعباسی قرار میگیره.